سرانجام درستی نرسه. گفته خب حالا وقتی ما این هم هزینه کردیم آیا میتونیم پول مردم رو برگردونیم؟ کامل بر نمیگرده. پس این وسطی یه اتفاق میفته، دوباره یه سری میان کلیم میکنن که آقا اینا کلاهبردارن و عملا یه سری تیم فنی و آدم هایی که تو این بازار کریپتو وجود دارن با یه همچین خطای محاسباتی از بازار عملا خارج میشن و حیفه این پتانسیل از بین میره. آدم های درست و آدم کلاهبردار هرچی دورتر بشن بهتر. اومدن مطرح کردن که پشتوانه این طرح اگر یک کامودیتی باشه، یه مال باشه، یه ملکی باشه، یه دارایی باشه که دارایی تعریف های مختلفی داره، دارایی یا مشهوده یا نامشهوده، هر کدومی از اینا که ارزش داشته باشه که بعداً اگر خواستن بفروشن بر پایه اون باشه قابلیت نقشه‌بندی بالاتری بده، این شد که استیوها به وجود اومدن. مثل حالا نمونه های مختلفی داریم که اینجا توی این اسلاید هم شما دارین مقایسه اینها رو با هم میبینید که حالا توی عرض شود که شرایط یکسان اگر بخوایم بررسی کنیم خیلی از پروژه های ICO میتونه به شکست مواجه شه، ولی توی استیوها این داستان نیست. چرا؟ به واسطه اون مالی که اون پشت سر قرار میگیره. توی ICO ها پامپ و دامپ خیلی مرسومه. این آقای جان مکافی که یه شرط خیلی عجیبی هم گذاشته بود برای رشد قیمت بیت کوین و حالا یه نکته‌ای رو اشاره کرده بود، خودش یکی از اون سفته بازای درجه یک که این بازار کریپتوکارنسیه و با دستکاری در قیمت تونسته تا حالا کلی درآمد برای خودش ایجاد بکنه و کلی کوین توکن رو کشیده بالا و پایین با این اصطلاح پامپ و دامپی که مطرح پامپ میره بالا دامپ میاد پایین. و اینا بارها بهتون گفتم اگر یه جدی دیدین حالا تو این قسمت کلاهبرداری هم بیشتر بهش می‌پردازیم. گروه‌های پامپ و دامپ که میگن مثلا یه هزینه‌ای بدین، این گروه‌ها بورسی هستن، بعضی میگن یه حق اشتراکی بدین یا نه حق اشتراک هم نمیگیرن، شروع میکنن خرید گروهی و فلان و بهمان، آخر همه از این بازار جا میمونن، همه متضرر میشن. به خاطر این نوع دستکاری در قیمته که در هر بازاری فرق نمیکنه چه کریپتو، چه بورس، چه بورس کالا، چه بازار فارکس، این به عنوان یک تخلف شناخته میشه و قابلیت پیگیری داره. کما اینکه شکایاتی که از جان مکافی شده بود باعث شد که ایشون فکر میکنم تو ایتالیا دستگیر شد، از طریق اینترپول به امریکا استرداد داده شد. لذا توجه به این نکات برای من مهمه. پس تا اینجا رسیدم به اینکه استیو ریسکش یه ذره باز از بقیه کمتره. و حالا قبل از اینکه برم سراغ الباقی داستان، بریم سراغ سایت ICO Bench. وبسایت ICO Bench، من شیرینگ اینجا رو ببندم، اسکرین خودم براتون شیر بکنم. سایت ICO Bench یکی از سایت‌های خیلی خیلی خوب توی حوزه کریپتوکارنسیه. یادتونه تو جلسه اول بود، تو هم سرفصل جلسات اول بود، بحث گلدراش رو معرفی کردم، گفتم کی برنده میشه؟ کسی که بیل و کلنگ میفروشه. این یکی از همون سایت هست که بیل و کلنگ میفروشه، ابزار داره به ما میده و این ابزاره تونسته منابع این اطلاعات رو به من مشتری به صورت رایگان میده، ولی از تولید کنندش داره عددهای خیلی خوب میگیره. تا مثلا 20 تا بیت کوین هم میبینید که شارژ میکنن کسایی که میخوان ICOشون رو معرفی کنن. ببینید اینجا رو میبینید ICOs یه اس جمع هم گذاشته دیگه، Initial Exchange Offering. من الان وایستادم این تولتیپ این زیرش باز بشه. ببینید وقتی روی این کلیک میکنید شما میرید به لیست ICO. حالا شما شاید مثلا یه مقداری سخت باشه بگردید در بین تمام صرافی ها ببینید کی کجا داره چی عرضه میکنه، میتونید بید از اینجا استفاده کنید. نکتش اینه که مثلا میگه پروژه بیتفینیکسه، پروگرسش تا الان مثلا هزار میلیون دلار منابع مالی و توی بیت فینیکس لانچ شده، ریتش 3.8، توکن LEO اسمش، استارتش 5 می 2019 بوده. یه ریویو هم اینجا براتون گذاشته که میتونید ازش استفاده کنید. اسکرول کنید بیاد پایین ببینید این طرح یکی دوتا هم نیست، بسیار بسیار زیاده. و خب به هر حال وقتی اینجا براتون رنگ میذاره از مثلا این داره میگه 3.9، شما وقتی رو هر کدوم از اینا کلیک بکنید وارد صفحه دیگه میشین که توی اون صفحه اطلاعات بیشتری رو در خصوصش
توضیح داده و شما میتونید از این استفاده کنید تا اینکه نسبت به سرمایه گذاری روی این اقدام کنید، یا اینکه نه اصلا بیخیال شین و ازش خارج بشید. تاریخ شروع و پایانش گفته و اینکه میتونید برید وارد وبسایتشون بشید. ببینید واقعیتش سرمایه گذاری توی همچین بازاری توی حوزه ICO یه مقدار ریسک بیشتری داره و هم از قدیم میگفتن هر که بامش بیش برفش بیشتر، اینجا شما داری یه ریسک گردن کلفت انجام میدی و وقتی که یه ریسک بزرگ داری برمیداری برای کار و کسب و کار خودت برای حوزه سرمایه گذاری، طبیعیه که دنبال یه گین خیلی خیلی بیشتر هستی. لذا ارزش اینو داره که هفته ها براش وقت بذاری، گزارش های مختلف رو ببینی و اینکه حتی تو خود این سایت ICO Bench هم میتونید رجیستر بکنید و خودش یه سری کوین و توکن ها رو بهتون به غیر از اینکه خودتون حالا درگیر این بکنید که رجیستر بکنی بهتون ارائه میکنه، اما ازتون آدرس کیف پول میخواد. تو سایت مای اتر والت که بر جلسه قبل براتون توضیح دادم سه حالت مختلف داشت، تو یکیش که براتون خیلی راه دست تره یه دونه کیف پول اتریومی درست کنید و از اینجا ازش استفاده کنید. تو کیف پول جکس هم میتونید همین کارو بکنید، کپی کنید، ولی رو مای اتر والت خیلی از این ساپورت خیلی خوبی داره تو حوزه توکن ها. برگردیم به صفحه اصلی ICO Bench. ببینید حالا دیگه اینجا کلی اطلاعات داده که چقدر مشتری داره اینا، کاتگوری های مختلف اینجا برامون توضیح داده و میبینید مثلا بیشترین پروژه ها توی حوزه مثلا بیزینس سرویسز و اینوستمنت و سمارت کانترکت ها و سافت ور ها کار شده و همینجور که میایم پایین مثلا رو بانکینگ 581ه دوستانی که توی این حوزه دارن کار میکنن، یا بیگ دیتا آرتفیشیال اینتلیجنس رو هوش مصنوعی میبینید مثلا یه مقداری کمتره، روی هلث، ریتیل، ریال استیت، هر شبت که میایم پایین تر رو ورزش و رو حوزه چریتی که حالا با هم یه مقدار صحبت کردیم و مثلا اینجا دیگه رو حوزه هنر دیگه حداقل هست. هرچند که رو حوزه هنر خیلی جا داره کار بشه، اون سریال چی بود که مهران مدیری کار کرده بود، هیولا، خاطرتون هستش که دیگه تابلوها رو چجوری چیز میکردن و میفروختن و چه بازی هایی داشت. این واقعا بلاکچین میتونه به عنوان یک شناسنامه خوب توی این حوزه مورد استفاده قرار بگیره. شما به هر حوزه‌ای که فکر کنید بلاکچین کاربرد رو ازش میشه استفاده کرد. و خب همونطور که میبینید اسکرول کنید بیام پایین تر بهتون ICO کلندر هم میده که میتونید توش هم خبرنامه‌اش عضو بشین، مرتب براتون میفرسته که کدوم‌ها در حال اجراست، کدوم‌ها به پایان رسیده، کدوم‌ها به زودی شروع میشه و حتی اینجا هم با هم قبلا دیدیم حوزه اکسپرت ها بود، آدم‌های حرفه‌ای این کار که من یه دفعه داشتم نگاه میکردم مربوط فکر میکنم 2018 بود، یه خانم افغانستانی که البته ملیت افغانستانی داشت و مهاجرت کرده بود به اروپا و در آلمان زندگی میکرد، جز همین لیست بود و خیلی هم کلی هم فالوور داشت و خب رو طرحهای مختلفی کار کرده و آدم واردی بود و قسمتی از ویدیوهای ایشون هم به زبان فارسی تو یوتیوب قابل حالا بررسی و مطالعه هست. لذا توصیه میکنم که یه نگاهی به این لیست بندازیم. ببینید مهندس جان، تو در خصوص تحریم ما با این سایت مشکلی نداریم، منم بدون فیلتر شکن آوردم بالا، اما داستان KYC که الان اینجا خودشم سبز رنگ کرده و من موس روش دارم میبرم همیشه محل بحثه. ببینید این فقط بحث تحریم ایران نیست و یک سری توکن ها به خاطر قوانین و مقررات سختگیرانه این که در ایالات متحده امریکا و سازمان سک روی این خیلی زوم هست، ترجیح میده اصلا سرمایه‌گذار امریکایی نگیره. جالبه ها، توی اون بلک لیستش حالا به غیر از یه سری کشورهایی که تو حوزه قوانین مقررات بین المللی نپذیرفتن و مشکلات از این تیپی دارن، یا بعضا هم ایران هم توی این لیست گنجونده شده، امریکا هم گذاشتن، یه سری کشور مثل چین هم بعضا میبینی توی اینها قرار گرفته، علتش هم همین قوانین و مقررات اون کشور، قوانین مقررات سختگیرانشون هست که حالا یواش یواش اینا رو الک میکنه، از توی سیستم خودش خارج میکنه، ترجیح میده از جاهای دیگه سرمایه گذار بگیره. پس بحث تحریم فقط نیست، خب
خب دوستان دارن سوالاشون رو می‌نویسن، من منتظرم که بیاد بالا تا جواب بدم. اما داستان به این صورته که شما تو آی سی او ها میتونید مثلا 5% سبد سرمایه گذاریتون رو به این تخصیص بدین، به حوزه آی سی او، زمانی که یه مقداری دستتون را بیفته. آردی من با همیشه با این سوال مواجهم که ما چقدر پول بیاریم میخوایم بیت کوین بخریم. میگم هر واحدش الان مثلا با این نوسط تا 1 میلیارد تومان رفته، الان حدود 800 خورده تومان 20 تومان بالا پایین داره میشه و یه واحدش اینه. آیا میتونیم کمتر از اون بگیریم؟ بله، یه میزانی از ساتوشی. ساتوشی چیه؟ 100 میلیون ساتوشی معادل یه بیت کوینه. پس 100 میلیونیومش رو میتونی بخری، ولی حداقل فروشی که توی صرافی انجام میشه مثلا چیزی حدود 100 یا 200 ساتوشی تو کف موضوع هست. لذا پس این میشه حداقل. و ترکیب سبده مثلا چجوری بچینیم؟ من همیشه پیشنهاد میکنم 50 یا 60% سبدتون رو بیت کوین بذارین، 20 تا 30% رو اتر بذارین، یه مقداریشو حالا اون موقع روی XRP میگفت تاکید داشتم به خاطر اینکه این اتفاق برای XRP افتاده و نتیجه دادگاه خیلی خیلی مهمه که در اسفند ماه برگزار میشه. باید حالا روی کوین های دیگه کل داستان 82.3% مارکت کپ تو 10 تا کوین اوله و هیچ چیزی و یه چیزی حدود 94.5% مارکت کپ ارزش بازار اون یک تریلیون دلاری که ارزش کل بازار هست در 50 تا ارز اول اتفاق میفته. یعنی شما بخوای بریتون پایین مایناتی خیلی چون 8000 خورده ای بود دیگه، اگر کوین مارکت کپ اینجا باشه بله 8271 ما چیز داریم دیگه کوین و توکن در بازار داریم، لذا بقیه شو دیگه میشه صرف نظر کرد. اما میشه تو آی سی او ویژه که میاد تو اینم لیست میشه بعدا به عنوان کوین یا توکن شناخته میشه سرمایه گذاری کرد، به امید اینکه مثلا یه دفعه این در طی یه بازه بعد از انجام پروژش یه رشد چند صد یا چند هزار برابری بکنه که شما یه گین خوبی از توش به دست بیارید. چه جوری سوال شده دوستم؟ البته اسم خیلی همون به صورت مربع مربع است، من نمیتونم اسمشون رو بخونم.